سلام دوستان، خیلی وقت بود که ویدیوی با تامنیل سبز نداشتیم. میدونید که ویدیوهای با تامنیل سبز مربوط به تجربه های تحصیل و زندگیم توی استرالیا میشه. توی این ویدیو تصمیم گرفتم باهاتون در مورد کار دانشجویی صحبت کنم. احتمالا خیلی از شما علاقه دارید که بدونید وقتی که توی استرالیا یا هر کشور خارجی دیگه در حال تحصیل هستید از چه راهی میتونید منبع درآمد داشته باشید در کنار اون اسکالرشیپی که میگیرید. توی این ویدیو میخوایم بیشتر در این مورد صحبت کنیم، شغلایی که میتونید داشته باشید، درآمد اونها و یه مقدار در مورد کار کردن و قراردادها توی استرالیا با هم صحبت کنیم. اگر میخواید در این مورد بیشتر بدونید در ادامه این ویدیو با من همراه بشید. میلاد هستم و اینجا کانال بایوسکیل. من به صورت هفتگی یه سری ویدیو در مورد آموزش زیست شناسی مولکولی و بیومفرماتیک و سری از تجربه‌های تحصیل و زندگی تو استرالیا با شما به اشتراک می‌ذارم. اگه به این سب ویدیوها علاقمندید لطفا این پایین روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و اگر اون زنگوله کنار سابسکرایب هم کلیک کنید وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم واسهتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید تشریف بیارید و اون ویدیو رو ببینید. اگر ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک کنید و اگر نظری دارید توی بخش کامنت ها واسه من بنویسید. خب دوستان، قبل از اینکه بخوایم بریم در مورد انواع کار و میزان درآمدشون صحبت کنیم، میخواستم یه مقدار در مورد انواع قراردادهایی که توی استرالیا میتونید داشته باشید باهاتون صحبت کنم. به صورت کلی اگه بخوایم صحبت کنیم، شما سه مدل قرارداد توی استرالیا میبینید: قرارداد تمام وقت یا فول تایم، قرارداد پاره وقت یا پارت تایم و قرارداد در واقع ساعتی یا همون کژوال. هر کدوم از این قراردادها مزیت‌ها و معایب خودشون رو دارن. توی قرارداد فول تایم شما باید حدود 38 ساعت الی 40 ساعت توی هفته کار کنید. شما موظف هستید که در واقع توی ساعت کاری توی محل کارتون یا هر جایی که به قول معروف توی قراردادتون نوشته حضور داشته باشید. بعد به قول معروف یه پرداختی معینی در قبال اون ساعت کار به شما پرداخت میشه. توی قرارداد پارت تایم فرقش اینه که فقط مقدار ساعتش از قرارداد فول تایم کمتر. یعنی مثلا یه شرکتی به شما میگه من 10 ساعت توی هفته یا 20 ساعت توی هفته به شما احتیاج دارم، اما نکته اینجاست که شما باید اون 20 ساعت رو هر هفته تضمین کنید که در واقع میرید سر کار. و اینجوری نیست که مثلا اگر یه هفته بخواید مثلا 16 ساعت برید، یه هفته بخواید 24 ساعت برید. اما توی کار کژوال این در واقع یه قراردادی بین طرفین، یعنی طرفین با توافق هم تعیین میکنن که چند ساعت در واقع همدیگه نیاز دارن. یعنی مثلا کارفرما به شما میگه که من هفته دیگه 4 ساعت میخوام شما رو داشته باشم، یا مثلا فردا میخوام شما رو 4 ساعت داشته باشم توی محل کارا، شما میتونید بیاید، شما میگید آره و در واقع میری سر کار. حالا بعضی وقتا خیلی این قرارداد به قول معروف به صورت لایو، یعنی مثلا روز قبلش تعیین میشه یا دو روز قبلش. بعضی وقتا نه، بهتون میگن این کار کژواله، مثلا ما 3 هفته دیگه شما رو در این روز و این روز و این روز میخوایم به مدت انقدر ساعت و انقدر ساعت و انقدر ساعت. پس بنابراین این خیلی بستگی داره که شما با کارفرماتون چطور در واقع توافق میکنید توی در واقع قرارداد کژوال. الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم سال 2021 که حداقل حقوق توی استرالیا ساعتی $19.84 احتمالاً افرادی که سالهای دیگه این ویدیو رو نگاه میکنن این حداقل حقوق رو میبینن که مقداری تغییر کرده، اما معمولاً نه همیشه، معمولاً ریت کار کژوال بیشتره. چرا بیشتره؟ به خاطر اینکه شما توی کار کژوال یه سری از در واقع مزیت‌های قرارداد پارت تایم و فول تایم رو ندارید. پس بنابراین یه مقدار در واقع ریت کار کژوال رو معمولاً بیشتر تعیین می‌کنن برای کارهایی که شما انجام میدین. یکی از تفاوت‌هایی که کار پارت تایم و فول تایم با کار کژوال داره اینه که توی کار پارت تایم و فول تایم اون شرکت یا اون مؤسسه یا اون فروشگاه یا هر جایی که کار میکنید متعهد میشه که به اندازه اون ساعتهایی که در واقع با شما قرارداد بسته به شما حقوق پرداخت کنه. پس در نتیجه اگر حتی نتونه به شما کاری بده، یعنی مثلا یه قرارداد پارت تایم بستید به مدت مثلا 20 ساعت برای 2 هفته، اون شرکت کاری نداره که به شما بده، اما چون که قرارداد دارید باهاش باید اون ساعت کاری رو به شما پرداخت کنه. اما توی کار کژوال اینجوری نیست، هر وقت کاری نیست حقوقی در کار نیست و هر وقت کار هست شما میرید سر کار و اون حقوق رو دریافت میکنید. دقت کنید، اینجوری نیست که مثلا اگر شما یه کار پارت تایم دارید و اونا متعهد شدن که توی 2 هفته مثلا 20 ساعت به شما کار بدن، اگر اون کارو نداشته باشن که به شما بدن یا اون کلاینت رفته باشه یا هر شرایط دیگه پیش اومده باشه موظف هستن که مثلا تا آخر عمر شما رو نگه دارن. یه شرایط ترمینیشن یا انتهای قرارداد هست که طبق اون مثلا 2 هفته قبل به شما میگن که دیگه ما مثلا 2 هفته دیگه شما رو نمیخوایم و اون قرارداد تمام میشه. البته واسه شما هم این شرایط هست، یعنی مثلا شما میتونید بگید من از 2 هفته دیگه نمیام. البته این 2 هفته 2 هفته نیست، واقعا اون توی قرارداد مشخص میشه که از چقدر قبل باید به هم دیگه اطلاع بدید اگر نمیخواید در واقع همکاری رو ادامه بدید. نکته دیگه که شما باید در مورد کار کردن توی استرالیا بدونید مقدار ساعتی که شما اجازه دارید به عنوان دانشجو کار کنید.
خب دانشجوهایی که با ویزای ساب کلاس 500 میان توی استرالیا اجازه دارن هفته 20 ساعت یا به عبارتی هر دو هفته 40 ساعت در واقع کار کنن، اما همراه اونها میتونه به صورت نامحدود توی استرالیا کار کنه، یعنی هیچ محدودیت ساعتی نداره و هر قراردادی بخواد میتونه ببنده. اما با اون 20 ساعت تو هفته شما شانس اینو دارید که قرارداد پارت تایم بگیرید یا کار کژوال بگیرید، که معمولا دانشجوها ترجیح میدن همون کار کژوال رو داشته باشن وقتی که در واقع در حال تحصیل هستن، به خاطر اون انعطافی که داره در واقع برای تعیین ساعت کار با کارفرما و موارد دیگه، معمولا دانشجوها کار کژوال واسهشون خیلی بهتر گیر میاد. دوستان اجازه بدید قبل از اینکه بریم در مورد کارهایی که شما میتونید اینجا انجام بدید صحبت کنیم، یه مقدار در مورد فرهنگ کار توی استرالیا باهاتون صحبت کنم. میخوام یه نکته رو بگم، احتمالاً خیلی از شما میدونید، فقط میخوام دوباره اشاره کنم. بچه توی استرالیا به معنی واقعی کار آر نیست، یعنی در واقع فاصله اجتماعی شغلا، فاصله طبقاتی شغلا خیلی خیلی کمه. همه کارا ارزشمندن و همه به همه شغلها احترام میذارن. اگر کسی به عنوان نظافتچی کار میکنه، اگر کسی به عنوان در واقع کارمند یه فروشگاه کار میکنه، اگر کسی به عنوان مثلا یه پیش خدمت رستوران داره کار میکنه یا پیتزا دلیوری یا هر چیزی که دیگه شما فکر میکنید، همه احترام خودشون رو دارن، همه در واقع با افتخار اون کارشون رو انجام میدن و هیچ کسی، تأکید میکنم هیچ کسی، خجالت نمیکشه از این که بگه من دارم این کار رو انجام میدم یا مثلا خانواده من دارن این کار رو انجام میدن. و این یه چیز خیلی 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 رایجیه که دانشجوها اینجا کارهای خدماتی رو انجام میدن. فکر نکنید وقتی میگم دانشجوها، منظورم دانشجوهای مثلا اینترنشناله یا کسایی که از خارج میان. خود استرالیایی ها خیلی 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 بیشتر از دانشجوهای اینترنشنال در واقع مشغول به این کارها هستن. خیلی وقتی میبینید مثلا یه رستوران میبینید پیش خدمت یه آقای یا خانم هلوش 20 22 ساله 18 ساله، بعضی وقتا من کمتر از اونم میبینم به عنوان کار تابستونه میان، یعنی مثلا طرف 15 16 سالشه میاد به عنوان کار تابستونه مثلا توی مکدونالد کار میکنه، توی کافه کار میکنه. پس یه سری از شغلا رو که میخوام بگم احتمالاً توی ذهنتون پیش بیاد بگید مثلا من برم این کارو انجام بدم. آره وقتی بیان اینجا، نه اینکه مجبور باشید، خیلی وقتا شما مجبور نیستید اون کارو انجام بدید به خاطر در واقع مبحث اسکالرشیپی که شما دارید. من یه ویدیو کامل ضبط کردم در مورد اینکه این درآمد اسکالرشیپ آیا کافیه یا نه، اگر مجردین، اگر متأهلید. کارتشو گذاشتم این بالا، اگر خواستید تماشا کنید دستتون میاد که در واقع چه مقدار هزینه احتیاج دارید و یا چه موقعی باید کار کنید. اما در کل می‌خواستم خدمتتون بگم که اینجا هر کسی هر کاری دوست داره میتونه انجام بده و در واقع هیچ کسر شأنی نیست و هیچ اشکالی نداره، همه دارن این کارا رو انجام میدن اینجا. خب دوستان من میخوام سه تا دسته از کارا رو، در واقع سه گروه از کارا رو خدمتتون بگم که دانشجوها اینجا خیلی انجام میدن و راههای خوبی واسه اینکه یه درآمد داشته باشید کنار اون اسکالرشیپی که شما دریافت میکنید. دسته اول کاری که شما میتونید انجام بدید کارهای خدماتی هستن. من چند تایشون رو اسم میبرم و در واقع هولوش حقوقشون هم خدمتتون میگم تا ببینید مثلا چه مقدار میتونید درآمد داشته باشید. البته اینجوری نیست که مثلا اگر بگم انقدر دلار هست مثلا دستمزد این کار، اون دستمزد خالص بره توی جیب شما، یه مقدار مالیات ازش کم میشه. اما اگر درآمدتون در آخر سال از اون سقفی که دولت تعیین کرده کمتر باشه، آخر سال دولت اون مالیات ها رو به شما برمیگردونه. یعنی هولوش ماه جولای هست که شما میتونید ادعا کنید که مثلا من درآمد سالانم از این مقدار کمتر بوده و اون اضافه شو به شما برمیگردونه. دقت کنید که درآمدی که شما از اسکالرشیپ دارید مشمول مالیات نمیشه و تکس فریه. پس بنابراین آخر سال شما میتونید ادعا کنید که مثلا من 20000 تا درآمد داشتم و شامل مالیات نمیشم و دولت در اون مقدار مالیاتی که از شما کسب کرده به شما برمیگردونه. 30000 دلار اسکالرشیپ شما جزء اون درآمد شما حساب نمیشه، در صورتی که شما در مجموع 50000 دلار درآمد خواهید داشت. یکی از کارهای خدماتی که خیلی دانشجوها انجام میدن کار دلیوری غذاست. اینجا در واقع خیلی کمپانی‌ها و فروشگاه‌های فست فود هستن که نیاز دارن به صورت 24 ساعته در واقع خدمات دلیوری غذا انجام بشه. شرکت‌های خدماتی مثل اوبر ایت، مثل دلیورو، مثل منیو لاگ هستن که نیاز دارن که همیشه افراد تو اونا کار کنن و در واقع بتونن کار دلیوری غذا رو انجام بدن. یه سری فروشگاه در واقع غذای زنجیره‌ای، فست فود زنجیره‌ای هم هستن، مثلا مثل دومینو پیتزا که دائما اینا افرادی میخوان که غذا دلیوری کنن واسه شون. یه نکته ای که هست اینه که حتما شما نیاز ندارید که وسیله نقلیه داشته باشید واسه دلیوری کردن غذا. بعضی از این کمپانی‌ها یا مثلا فروشگاه زنجیره‌ای غذا
خودشون به شما یه سری ابزار مثلا دوچرخه‌های برقی میدن که شما میتونید با اون غذا رو دلیوری کنید. درآمدی که شما از این کار خواهید داشت خیلی متفاوته. بعضی از شرکت‌ها میگن مثلا ما بابت هر ساعتی که شما اینجا هستید یه مقدار پول به شما میدیم، حتی اگر دلیوری نداشته باشید، و بابت هر دلیوری هم یه مقدار خاصی به شما پول میدن. اما بعضی از شرکت‌های دیگه نه، میگن که مثلا ما فقط بابت دلیوری پول میدیم و این مقدار هم میدیم که معمولا یه مقدار بیشتر از گروه اوله. یکی دیگه از کارهای خدماتی که اینجا خیلی دانشجو انجام میدن در واقع کار به عنوان پیشخدمت توی رستوران هست. درآمدش ساعتی بین 20 تا 22 دلار، در واقع کار بدی نیست، فقط تنها مشکلی که هست اینه که یه مقدار شما باید زبانتون خوب باشه، احتمالاً یه مقدار چالش خواهید داشت وقتی وارد در واقع یک کشور انگلیسی زبان میشید، حتی اگر زبانتون خوب باشه، به خاطر اکسنت اون کشور، مخصوصا کشوری مثل استرالیا که یه مقدار خاص صحبت میکنه انگلیسی رو. ویدیوی چالش زبان رو ببینید، توصیه میکنم احتمالاً با این چالش ها بیشتر آشنا بشید. اما در کل برای کار توی رستوران نیاز دارید که یه در واقع بیس خوب زبان داشته باشید که بتونید سفارش ها رو بگیرید و ارتباط برقرار کنید. پس در واقع یه مشکل کوچیک دارید واسه این کار، اما در کل کار خوبیه و شما اگر یه مقدار بیشتر تجربه کسب کنید میزان درآمدتون هم افزایش پیدا میکنه. کار بعدی که میخوام خدمتتون بگم کار به عنوان نظافتچیه. احتمالاً فکر کنید شغل بدیه، احتمالاً فکر کنید مثلا درآمدش پایینه، اما باید بهتون بگم که کسی که به عنوان کلینر کار میکنه اینجا معمولاً ساعتی بین 25 تا 30 دلار درآمد داره. میبینید که از شغلای قبلی هم یه مقدار بیشتره. هیچ پیش‌زمینه عجیب غریبی هم در مورد این شغل نداشته باشید، به شما ابزار مناسب میدن که میتونید با اونا کار کنید و خیلی از دانشجوها هستن که این کار رو انجام میدن. البته مشکلی که این کار داره اینه که معمولاً ساعتایی که شما رو میخوان ساعتای صبح خیلی زوده، یعنی مثلا ساعت 5 الی 7 صبح شما رو میخوان، واسه همین زیاد به کار دانشجویی نمیخوره مگر اینکه کسی اهل در واقع صبح زود بیدار شدن باشه. یکی از شغلایی که دانشجوها اینجا خیلی خیلی زیاد انجامش میدن و خیلی مرسومه کار به عنوان شاپ اسیستنت توی فروشگاهی مثل وولورس، کولز، الدی و فروشگاه زنجیره دیگه هست. درآمدش خوبه، معمولا بین 20 تا 25 دلار درآمد خواهید داشت. اما من فروشگاهی دیدم، مثلا من چیزی که میدونم اینه که الدی بعضی وقتا به کارمنداش هولوش 33 دلار در ساعت حقوق میده بابت کار شاپ اسیستنت. کار پیچیده هم نیست، بعضی وقتا باید پول از مشتری بگیرید و حساب کنید، بعضی وقتا باید قفسه ها رو پر کنید، بعضی وقتا به قول معروف باید حواستون به فروشگاه و کارهای روزمره اون باشه، و به قول معروف کار سرراستیه. خیلی از اونشو علاقه دارن کارو انجام بدن و معمولا به خاطر کژوال بودنش و به خاطر فلکسیبل بودن ساعتش خیلی راحت میتونید این کار رو پیدا کنید و انجام بدید. و دسته آخر از کارهایی که میخوام خدمتتون بگم کار به عنوان نماینده فروش یا سیل ریپرزنتیتیو هست. خب این کاریه که از اسمش معلومه، زبان خیلی خوبی میخواد و اینکه باید پیگیر باشید. بعضی وقتا باید به صورت حضوری در واقع به اون جاهایی که خریدار محصول شما هستن سر بزنید و بعضی وقتا هم تلفنیه. غالبا این کار در واقع اون ریتی که به شما میدن، اون حقوقی که به شما میدن به صورت پورسانتیه، اما بعضی وقتا هم یه مقدار ثابتی واسهش حقوق تعیین میکنن. پس بنابراین به شخصیت خودتون بستگی داره و به علاقه و به اون به قول معروف سر زبون خودتون بستگی داره که بتونید این کار رو بگیرید و حتی اینکه چه مقدار از این کار درآمد داشته باشید بازم به خودتون بستگی داره. دوستان چند مورد از کارهای خدماتی خدمتتون گفتم، احتمالاً هر کدومتون توی این کارا یه سری نکات مثبت می‌بینید، یه سری نکات منفی، اما بزرگترین نکته مثبتی که کارهای خدماتی که خدمتتون گفتم دارن اینه که شما هیچ مدرکی لازم ندارید واسه اینکه برید سر کار. اینجا در واقع خیلی مدرک محور هستن برای اینکه به شما یه شغل بدن، یعنی شما هر شغلی بخواید انجام بدید، حتی مثلا رنگکاری، حتی مثلا مکانیکی، هر شغلی که شما فکر کنید که در واقع تخصصی لازم داره، شما باید برید مدرک اون کار رو بگیرید. اما این شغلایی که خدمتتون گفتم غالبا مدرکی نیاز ندارن و شما خیلی راحت میتونید این کارا رو پیدا کنید و برید سر کار. اما دسته دومی از کارهایی که شما میتونید انجام بدید کارهایی هستند که مربوط به کارهای دانشگاهی هستند و توی محیط دانشگاه خودتون انجام میشه. یکی از اون کارهایی که خیلی اسمش رو شنیدید کارهایی مثل تیچر اسیستنت و یا ریسرچ اسیستنت هست که به TA و RA معروفه. این کارها در واقع کارهایی هستند که معمولا اساتید به شما میدن، یا باید به جاشون درس بدید و یا باید در واقع توی آزمایشگاهشون کار کنید. این کارها معمولا درآمد خوبی دارن، معمولا بین 40 تا 70 دلار در ساعت درآمدشونه و در واقع کارهایی هستند که مربوط به رشته شما و شما میتونید راحت‌تر انجامشون بدید، با محیطش آشنایید، زیاد نیاز به کامیونیکیشن ندارن، نیاز ندارید با کسی صحبت کنید. خب اون استاد راهنمایی که هست شما باید باهاش صحبت داشته باشید، اما خب صحبت علمیه، معمولا شما خیلی راحت‌تر میتونید اون مکالمات علمی رو انجام بدید تا مکالمات به قول معروف
کوچه بازاری و روزمره و محاوره ای رو. پس جز کارهای خوب محسوب میشه و دانشجو خیلی علاقمند این کارا رو بگیرن. اما نکته ای که هست اینه که شما باید افراد رو بشناسید توی دانشگاهتون. یعنی شما وارد که میشید معمولا نمیتونید این شغل رو بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه شما باید استادا رو بشناسید. اون استاد باید به شما اعتماد کنه. چه از نظر علمی، چه از نظر زبان و چه از جنبه‌های دیگه اون استاد باید به شما اعتماد کنه تا اون شغل رو به شما بده. پس بنابراین معمولا وارد دانشگاه که میشید 6 ماه یک سال میگذره تا هم استاد خودتون رو بهتر بشناسید، هم اساتید دیگه اون در واقع دانشکده خودتون رو بشناسید و بتونید اون رابطه رو برقرار کنید تا اون اعتماد جلب بشه و بتونید اون کار رو بگیرید. و دسته سوم کاری که میتونید انجام بدید کار به عنوان کارشناس آزمایشگاهه. دوستان اینجا خیلی از گروه‌ها هستن که کارهای آزمایشگاهی رو با اسکیل بزرگ با در واقع اون حجم بزرگ انجام میدن. مثلا طرف یه پروژه کشاورزی داره، مثلا باید 5000 نمونه 10000 نمونه رو آماده کنه. تو این جور موارد یه سری افراد رو استخدام میکنن با در واقع تایتل و عنوان تکنیکال آفیسر یا تکنیکال اسیستنت. حقوق بدی نداره، معمولا ساعتی بین 25 دلار تا 40 دلار بستگی به مدرک، بستگی به در واقع تجربه، بستگی به اینکه چه پوزیشنی رو میخوان به شما پرداخت میکنن و شما معمولا توی این شرایط بعد یه کار روتین روزمره در واقع تکراری رو برای تعداد زیادی انجام بدید. یعنی مثلا به شما 1000 تا سامپل میدن، میگن اینا رو دقیق وزن کن، مثلا میگن 5 گرم و 23 صدم باشه. خب وقتی کسی بخواد اینجوری نمونه رو وزن کنه هر نمونه زمان زیادی میبره. بعضی وقتا خب نمونه ها خاص‌ترن، مثلا به شما یه خاکی میدن که یه مقدار خیسه، اون جدا کردنش هم سخته، بعضی وقتا میچسبه به اون در واقع وسیله‌ای که میخواید اون رو وزن کنید و دردسرای خودشو داره. یعنی فکر نکنید 1000 نمونه مثلا هر کدومش 20 ثانیه طول میکشه. شما تا نمونه رو وزن کنید، تا لیبل کنید، مثلا بهتون میگن از هر نمونه چندین اندازه و وزن مختلف تهیه کنید و لیبلشون کنید، این کار زمان بره. مثلا شما روزی بتونید 50 نمونه 100 تا نمونه رو آماده کنید. واسه همین معمولا وقتی که فصل مثلا برداشت محصول میشه و میخوان اونا نمونه گیری کنن، این مدل کارهای کژوال زیاد میشه و درخواستا زیاد میشه واسه اینکه این افراد رو جذب کنن که بتونن اون کار واسهشون انجام بدن. و این هم جزء دسته کارهایی که دانشجو خیلی علاقمند انجام بدن، با اینکه مدت انجامی زیاد نیست اما خب درآمد خوبی داره و معمولا وقتی با یه گروهی جوین بشین میتونید اون کار رو همیشه از اونا بگیرید و داشته باشید و روش حساب کنید. خب دوستان یه لیستی از کارهایی که شما میتونید انجام بدین و خدمتتون گفتم، اما سوال اینه که چطور میتونیم این کارا رو پیدا کنیم. خب من یه مقدار صحبت کردم چطور میتونید این کارا رو پیدا کنید در طی صحبتام، اما بذارید یکم دسته‌بندی شده تر اینها رو خدمتتون بگم. اولین راهی که شما میتونید یه شغل پیدا کنید ارتباطاتی هست که شما شخصا با افرادی که توی دانشکده هستن برقرار میکنید. استادتون، اساتید دیگه گروه و افرادی که شما باش کار میکنید توی آزمایشگاه، هر کدوم میتونن به تنهایی یه لینک باشن که یا خودشون به شما یه کار پیشنهاد کنن یا اینکه شما رو به کسی دیگه معرفی کنن که در واقع فرصت شغلی داره و میخواد یه نفر استخدام کنه و شما بتونید علاقه از اون طریق کاری که میخواید پیدا کنید. یکی دیگه از راهایی که خیلی بچه‌ها استفاده میکنن برای پیدا کردن شغل، استفاده از سایت‌های کاریابی هست، مثل سیگ، ادزونا، ایندید و جورا. البته آخر هر کدوم از اینا یه .com.au بذارید و میتونید اون سایت ها رو اینجا چک کنید. خیلی از کمپانی ها عادت دارن که فرصت های شغلیشون رو توی این سایت ها بذارن و شما میتونید در واقع شرایط اونجا ببینید. اگر به شرایط شما در واقع مطابقت داشت میتونید برای اونجا از همون طریق سایت اپلای کنید و در ادامه مراحل در واقع ملحق شدن به اون شرکت و یا اون گروه رو طی کنید. راه سومی که شما میتونید کار پیدا کنید سایت های شرکت های بزرگ هستن. ببینید بچه ها، بعضی از شرکت های بزرگ مثل وولورث، مثل کولز، مثل مایر، اینا عادت ندارن که شغل هایی که دارن رو، فرصت های شغلی که دارن رو روی وبسایت های مثل سیک و ایندید بذارن. اونا خودشون توی سایت هاشون یه بخشی دارن در واقع به عنوان فرصت های شغلی. شما میتونید مرتب اونجا سر بزنید و فرصت های شغلی که در واقع ادورتایز میشه ببینید. اگر با شرایطتون تطبیق داشت همونجا میتونید اپلای کنید و مراحل رو طی کنید. پس بنابراین همیشه به سایت شرکت های بزرگ مثل اونایی که خدمتتون گفتم سر بزنید و ببینید که آیا فرصت شغلی اونجا هست یا نه. و آخرین راهی که میخوام خدمتتون پیشنهاد کنم واسه پیدا کردن کار، استفاده از پلتفرم فیسبوک هست. میدونم که شاید استفاده از فیسبوک تو ایران داره یواش یواش کم رنگ میشه، اما اگه کشورهای دیگه دنیا رو سفر کنید میبینید که استفاده از فیسبوک خیلی 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 رایجه. توی پلتفرم فیسبوک یه بخشی هست به عنوان جابز، شما میتونید اونجا برید و شغلهایی که مردم یا
بعضی از شرکت‌های کوچیک اونجا در واقع ادورتایز می‌کنن رو پیدا کنید و برای اونها اپلای کنید از طریق همون پلتفرم فیسبوک. نمیدونم اصلا این گزینه تو ایران فعال هست یا نه. من حقیقتش تو وقتی که ایران بودم همچین گزینه تو ایران چک نکردم ببینم هست یا نه. حقیقتش اصلا نیازی نبود که چک کنیم به خاطر اینکه واسه ما کارایی نداره. تو ایران اصلا نمیدونم فعال هست توی فیسبوک شما یا خیر. اما وقتی در واقع اینجا بیاید مجبورید از اون پلتفرم بیشتر استفاده کنید. خیلی از روابط توی اون پلتفرم جاریه و حتی گروه‌های محلی دارن، شهرهای کوچیک‌تر، که خیلی از مردم چیزایی که لازم دارن، چیزایی که در واقع میخوان برای فروش بذارن و در واقع اطلاع عمومی توی همون گروه‌های محلی میذارن. خب دوستان، تجربه‌ای که در مورد کار دانشجویی تو استرالیا داشتم خدمتتون گفتم. امیدوارم ازش استفاده کنید و براتون مفید بوده باشه. دوستان اگر نظر یا سوالی دارید لطفاً توی بخش کامنت‌ها واسه من بنویسید. اگر بلد باشم حتما جواب میدم. اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و اگر تا حالا سابسکرایب نکنید روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و اگر روی زنگوله کانال سابسکرایب هم کلیک کنید وقتی ویدیو جدیدی منتشر می‌کنم واسهتون نوتیفیکیشن میاد و می‌تونید تشریف بیارید و اون ویدیو رو ببینید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.